میدونی یکی از بدیهای صاف بعد از اسباب کشی مهمونی گرفتن چیه؟ اینه که الان من لنگ کفشمو پیدا نمی کنم. وای. حالا همه چی هستا؟ حالا که همه چی همه چی. ولی خب علی این لنگ کفش منو تو ندیدی؟ من چی؟ سلام من برم. برو برو. رویا اینا تو راه هنا. یعنی چی لنگ کفشم این تو بود؟ من یه سری کفشا رو این تو نگر می‌داشتم، این احتمالاً افتاده وسط دست. ببین این لباس منه، بعد من می‌خواستم اینو پیدا کردم. حالا یه چیزی آخه من می‌خوام راحتم باشم، میزبانم دیگه، اینو من می‌خواستم بپوشم. این هم خوشگله هم خیلی راحته، اصلا افتضاح راحته، ولی نیست پسر، نیست. بری پایین، وای خدا صحنه، بریم پایین، بریم پایین. نخندی نخندی، اومد اون با گل داره میاد، با گل داره. خب بریم ببینیم چی کار کرده این بچه. ببین یعنی عروسی میشه گرفت چی جوری اونوردی دیگه، سرشه جو اونا رو دیگه نخورد. جان خداست. چی؟ کیسه زباله. کیسه زباله اون یکی اون پایینه. پایین پایین. نه اینجا. میدونم هست اون پایینه. وایسه وایسه. یا اون سومی پایینه. اینجا. اینجا نباید باشه.
اینجاست اینجا. نه اون پا یه دونه کیسه زباله، یه جعبه کیسه زباله کامل اون توه. امروز بردم زیر زیر همون در ترشویی. و بله من با آرش خوابم بود متاسفانه. نه فندو دیشب
خیلی خوش گذشت، خیلی خوش گذشت به همه، خیلی خوش گذشت به بعضی، یکم زیاد خود زیادی خوش گذشت، ولی سارا اینجا موند دوباره، نمیدونم چرا اینجا موند، نرفت ولی موند. علی خیلی حالش خوبه. من باید برم الان چیز کنم، یه سری وزنه انداختیم بادکنک ها رو نگرداره پیچیده دور پمپ استخ، من باید برم تو آب الان تو این سرما. برنامه‌مون که اولا که من یادم رفت از بیرون که چیده بودم عکس بگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه موقعی که کیک رسید، چه کیکی؟ موقعی که کیک رسید همون لحظه همه مهمونا یهو همه با هم اومدن. اصلا بعد من هنوز داشتم مثلا این چیز میزا رو میبردم بیرون، خیلی یهویی چیز شد. چی میگن؟ همه با هم اومدن و شلوغ پلوغ شد و فلان و اینا و بعدم دیگه مامانم اینا اومدن و سورپرایز و اصلا دیگه چیز. بعد انقدر بیرون سرد بود که همه برنامه‌های من به هم ریخت. اصلا هیچ کی نرفت بیرون. دیدم خب اینا همینجوری مونده، از سرما هیچ کی نمیره ورداره. دیگه همه رو آوردیم تو، دیگه کلا مهمونی رو ما تو اصلا برگزار کردیم که اصلا برنامه نبود این. قرار بود همه، یعنی فکر اینجوری من چیز کردم که همه بیرون بشن، ولی کلی ببین چقدر گل خوشگل اینا شاباشای دیشب وینچ، کلی گل خوشگل داریم، کادو داریم، یه سریش مال منه یه سریش مال مامانم که دیگه میگم یکم قاطی پاتیش کادوارم گفت حالا بعدن چیز میکنیم. اینو داریم، مکنک داریم، این 100 تومانی‌ها رو من گرفته بودم، اینا فکر کنم اینم ملی بود و این ارکیده ها و خلاصه که خیلی با موفقیت. من نمیدونم، واقعا نمیدونم کی میز و چی چامو و کی جمع شد، من که نخوردم اصلا، ولی خیلی خیلی خوش گذشت. حالا فیلماشو دیدیم دیگه. خب گروه کمکی تولدی اومد، گروه امداد دیگه جمع شد، گفتم از هر چه بگذریم سخن چیز بهتر است. این مال توه ولی باز کنم، سخن آنباکسینگ کادوهای تولد و حالا کادوهایی که برای من آورده. البته این مال مامانمه، ببینیم چیه، سیسکندیه این. بخو بخ بازش کنم یا همینجوری چیزی باز کنه که یه دونه افکور جی 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 جینگ. دستشون درد نکنه که شکلات خوشمزه آوردن. کیا کارت هایی که میگیرن و نگه میدارن؟ کارت مثلا تبریک مدعوین. نمیدونستن قراره بعدن کادوهاشو آنباکسینگ بشه جلوی 10 میلیون. اتفاقه این انقدر خوشبوه، I love it. Very good. Why your team in World Cup? No. این هم کوچولوشه. به به. دستشون درد نکنه. Very good. خب بعد فرشته جون تولدت مبارک. آقا پس که نوبت من میشه. این از طرف سرعیان. آره فقط خود کادو رو مثلا که یادشون رفته بیارن تکس دادن گفتن اونو، یعنی یادشون رفته بدن تو کیفشون جا مونده. یادت باشه از علی بعد بپرسی. آها توی همون کشو بالایی پاتختیه که همونجا که خوابیده بودی. خب این از طرف، خب اینم مال توه باس، اما گیفت کارته. اینم باز حتما گیفت کارت. آره از طرف مسعود. و این مال منه. جی 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 جی
انرژی صفر را صفر. خوب آقا اینو کی آورده سرعی اون چیزه رو که نشون دادم اون بشقاب عتیقه بود که بهتون نشون دادم گلگلیه. بعد که سرعین اومدن گفتن که ما اونو دیدیم و حالا میبینین کادو چیه ولی به اون مربوط میشه. الان میفهمیم که چرا. خدا اتفاقا من خودم میخواستم از اینا بگیرم. چیز رویال ان اینه؟ آره این اوریجینال رویال ان؟ رویال البرت رویال ان که از محله است. اسمه یه خیابون بودین که اوریجینالش. آره وای چه چیزاش هم هست دیواناش خیلی خوشگله. اینم چیزشه مال شیره. خدا برای چای عصرونه میشینیم اونجا با اون رومیزیه کافی تو قوری شیر داره. آره تو عزیزم انگلیسی‌ها توی چای شیر می‌ریزن. بله ما میدونیم ما یه رگ انگلیسی داریم دیگه. بابا نکشین گنده مزخرفات اینا قاطی داره. آقا امروز اولین روز از 33 سالگی من دیگه تولدم بود و کادوهایی که برای خودم خریدم همین الان رسید. البته فکر نمی کنم همش باشه ولی الان اینا رو میبرم تو با هم میشینیم آنباکسینگ میکنیم میبینیم چیان. در یک فازی به سر میبرم که خیلی همش دوست دارم واسه بیرون واسه یعنی حیات و اینا مثلا چیز نیز بخرم. یعنی همش تو فکرم اینه که مثلا اگر مهمون داشتیم خواستیم بیرون بشینیم غذا بخوریم یا چایی بخوریم فلان و اینا مثلا ظرف برا بیرون. یعنی همش با ایده این که ما الان تو حیات نشستیم داریم یه چیزی میخوریم چیزی میخرم. حالا درسته که اینا رو خب قطعا توی خونم میشه استفاده کرد ولی یعنی میخوام بهتون بگم که وایبشو در نظر بگیرید که مثلا شما در یکی از شهرهای خیلی بامزه انگلیس نشستی داری چای میخوری ده اینجا خب خیلی خوش بگیرید چرا حتما همونجا باید باشه. یعنی ایدهش از اونجا بگیرید. این کادوهای سرکاری بود باشه یه اینا اول مثل که فرستادن شد برای مغازه بعد اونا فرستادن برای مغازه.
من چه ذوقی میکنم آقا؟ این برای اینه که شما وقتی که بیرون مهمون داری نوشیدنی ها رو میریزی توی این یخ میریزی که خنک بمونه. ببین چقدر خوشگله، وای خدایا، این روشه، اونم پشتش بود. او ببین اینو، اوکی، من برای تولد مامانم چیز کردم، کوسن و روبالشیاش و اینا رو همه سفارش دادم. بعد که اومد که واسه من صندلی های بیرون بذاریم، بعد که اومد دیدم سایزی که گرفتم اشتباه، یعنی خیلی کوچیک بود. بعد اینو دیدم و ازش یه دونه گرفتم، به خاطر اینکه خب خیلی از اونایی که اون موقع گرفته بودم گرونتر بود، یه دونه ازش گرفتم، گفتم بذار ببینم مثلا بیاد ببینم چه شکلیه، دوستش دارم بذارم بیرون اینا، اگه دیدم خوشم میاد ازش بیشتر سفارش بدم. چه جوری دیگه بالاش خوب بالاشش بود. خب حالا شما اینو ببین، خوشگله. این ریش ریشیاش امیدوارم بعد یه مدت بیرون داغون نشه، ولی خودش این یه روشه. خب آها، یه خوبی که این داره اینه که تو هم میتونی اینو مثلا اینوری بذاری، خسته شدی اینوری بذاری، بعد مثلا این برند خودش از این طرح و اینا کالکشن داره، اگه آدم بخواد میتونه مثلا چیزای دیگه‌ش هم بگیره، ظرف و فلان و اینا که مثلا رو میز میخوای بذاری. فکر کنم برم بگیرم یه 10 تا از این. اینقدر که من دارم برای بیرون چیزی میخرم، برای تو خونه نمیخرم، میترسم پولام تموم شه آخر سر مثلا واسه توی خونه چی نمونه. خب حالا کاری نداریم. بعد آها، فکر کنم شاید این گلدون های شاید این همه جعبه نه این نیست، اونو من سفارش نداده بودم. من سه تا گلدون سفارش، همین طرحه، همون که مال اون باکته بود، ولی سه تا گلدون استوانه بلند بود، سه تا سایز مختلف، یعنی همشون با هم توی ست می اومد. او نه 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 نه، آها فهمیدم چیه این، درسته. میدونه چیه؟ اینم باز برای بیرون، این میره این تو، توش مثلا این داری، توش مثلا آب میوه بریزی، نمیدونم چه میدونم، لمنید بریزی فلان، اینا ملت برای خودشون از تو این بریزن. اینم خیلی خوشگله، خوشحالم. خب خوبه. اون گلدونایی هم که میگم اونا همین این شکلیه، از همین آهنه، و حالا یه سری چیز دیگه هم هست مثل بشقاب، نمکدون، نمیدونم قوری دیگه، چی دیگه یادم نیست، ولی حالا اونا هم بیاد اونا رو هم میارم بعد اونا بزنیم. خب نگاه کن، حالا تصور کنیم بقیه صندلی هم همینو داره دیگه، این روشه، اینم این روشه، مثلا اون برم ببرم، مثلا اگه البته اون بالشا رو برمیدارم به جای اوناست، در واقع مثلا رو نیمکت میتونم دوتا بذارم. البته شاید هم میدونی چی کار کنم، مثلا برای این چهار تا صندلی که اینجا میز داره یه جور دیگه بگیرم، واسه اون صندلیا که در واقع 6 تا یا نه 8 تا جا میشه دور اون چیز، اینو بذارم. چی میگین؟
نظرهای خود را لطفاً بگین. آقا عتیق فروشیه بود توی نمیدونم چند تا قسمت قبلی، ما اومدیم یه دونه ازش بشقاب گلگلی خریدیم، یکی دوتا مثلا کابینت فروشی و چیزای آشپزخونه و اینا دور برش بود، اومدیم اونا رو ببینیم که حالا موفقیت آمیزم نبود هیچ کدوم، وگرنه برای تو فیلم میگرفتم. ولی دوباره اومدم علی تو رو خدا بیا بریم توی این عتیق فروشی، چون اینا مثلا هر روز بری یه چیز جدید ممکنه داشته باشن، اینجوری نیست که همیشه فقط همونا باشه، برای همین خوب آدم حس سر بزنه دیگه. خلاصه رفتیم ایشونو خریدیم که یه دونه خبت ببین 10,000 کیلو وزنشه. من نمیدونم تو چطوری اینو تنها گذاشتی تو ماشین. نه ولی خدای خیلی چیز خوبی بود، خیلی به این ست ما میومد، ما یه همچین چیزی کم داشتیم تو حیات. آره. چشم سلف سری گرفت یکی دیگر رو، ولی بعد کنارش این. آره، بود دو تا داشت، راضی یکی بهتر بود. بعد گفتم ببین آخه حالا الان بریم بهتون نشون میدم این مثلا حالا می صندلیه که هست، دو تا صندلی هم هست که اون گوشه گذاشتیم، اینا همینجوری فقط دو تا صندلیه، مثلا میز نداره بینشون، اگه مهمون زیاد باشه اونا رو میشه برداری بذاری دور همین میزه، مثلا میز بزرگه، ولی خب همینجوری برای دکور اون دوتا اونجاست، مثلا همین اینو بذاری وسطشون. این تاریخچه‌ش اصلا گفت ادیازی چون عتیقه یه تاریخچه ای لابود داره دیگه آنتیکه. حالا مثلا عتیقه نه به اون معنا که حتما مال لویی مثلا 12 در شاتوی فلان بوده که پس آخه پس اون لقب عتیقه که به آدما میگن با این فرق داره، میگن این رو عجب عتیقه ایه اون بده ولی این عتیقه خوبه. حداقل لوی 2021 باید باشه دیگه، این آخرین نداریم فکر کنم. مگه لوی 18 آخرین نبود؟ فکر کنم همون روزا بود، ولی یه لوی نمیدونم 16 خوب بود، مثل که قوی بود 16 اونیه که خیلی مثلا دیزاینا و اینای اون دوره رو من خیلی دوست دارم، لوی 16 رو که هنوزم مثلا توی دیزاین فرانسوی میبینی از اون الگومش هست. آره دیگه خواستم یه چیزی بگم دقیق نمیدونستم، گفتم بهتر نگم. میگم وقتی بریم موزه جواهرات سلطنتی بهترین جواهرات، عصاها، تاجها، فلان مال دوران قاجار ناصرالدین شاه، فکر کنم هم موقع هست، چون آره چون خیلی اون اهل هنر و این چیزا بود، ولی خب مملکت هم داد رفت دیگه یه جورا، یعنی یه به هر حال گفتم امیدوارم لویه اینجوری نبوده باشه. من واقعا در تاریخ فرانسه مثل تاریخ ایران